آسمان آبی تر، آب آبی تر. من در ایوانم، رعنا سر حوض، رخت می شوید رعنا، برکا می ریزد. اگر مهرداد شوقی خودش شعر ساده رنگ سهراب سپهری را نمی‌خواند، بیننده فارسی زبان به این راحتی‌ها نمی‌توانست این شعر را از لابلای کلمات در هم تنیده شده بیابد. در آثار مهرداد شوقی همچون نقاشی خطهای دیگر هنرمندان ایرانی، خوانا بودن کلمات اهمیت کمتری دارد و خط بیشتر به عنوان یک عنصر بصری به کار گرفته می‌شود. با این حال خط کوفی زمینه اصلی کارهای این هنرمند است، خطی که از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری مورد استفاده ایرانیان قرار گرفت و طی قرنها تغییر شکل داد. در انجمن خوشنویسان شروع کردم وقتی که هنوز در محصل بودم توی مدرسه پیش آقای امیر فلسفی، ولی بعدش به خطوط دوره های قبلتر خیلی گرایش پیدا کردم، دوره قاجار، دوره صفوی، تجربه های خیلی خوبی بودن. ولی وقتی با خط کوفی دوباره برخورد کردم، دیدم که اصلا خط کوفی انگار هنوز مثل یه گنجینه‌ای که میشه رفت سراغش. من عنوان پایان‌نامه‌ام هم برخورد اینو با کهن‌ترین خط اسلامی بود و واسه همینم شروع کردم روی جلوه های زیبایی شناسی این خط بیشتر تحقیق کردم و کار کردم و رساله‌ام رو نوشتم. مهرداد شوقی در دانشگاه گرافیک خوانده و در کنار آن نقاشی ایرانی، تصحیب و مرمت را هم زیر نظر اساتیدی چون آیدین آقداشلو فرا گرفته. این تجربیات به او در خلق شیوه جدید از نگارش خط کوفی کمک کرد. در واقع در بستر خط کوفی این خطی رو شروع کردم به نوشتن که اسمش رو گذاشتم خط مهر، که توش دور بیشتر بود. اون جلوه های تصویری استاتیکی که داشت، مثل اون خطوط افقی و اون دایره هایی که سر مثلا فرض کنیم میم و واو و اینا بود، اونا رو یه مقدار تغییر دادم، از نقطه رو وارد کردم به عنوان یه المان تصویری، نه به عنوان یک چیزی که برای خانایی راحت تر بخواد بکنه. یواش یواش سعی کردم اصلا ببینم که چه برداشت تجریدی و ابسترکتی میتونم تو کارام وارد بکنم و بتونم با زبان خیلی بین‌المللی تری با بیننده هام ارتباط برقرار کنم. ترکیب بندی و رنگ گذاری در آثار مهرداد شوقی ورای اشعار نوشته شده، دنیای پر رمز و راز پیش روی بیننده قرار می دهد. رنگ های گاه تند و زنده همچون صورتی که برخی کارهای او را به پاپ آرت نزدیک می کند. در آغاز که شروع کردم کاملا از شیوه های سنتی استفاده کردم، همون شیوه های کاغذ سازی قدیمی، روی پوست کار کردم، با نشاسته کاغذ رو به قوام می آوردم و مرکب های سنتی. تکنیک هایی که من استفاده می کنم خیلی متنوع، از مرکب های مختلف استفاده می کنم، اغلب خودم اینا رو میکس می کنم، از رنگ های آکرولیک، رنگ های از ورق طلا یه جاهایی استفاده می کنم، ولی خیلی نه، چون نمیخوام خیلی وارد اون داستان دکوراتیو بشه. در واقع اتفاقات همون، من سعی می‌کنم فقط جلوی اتفاقاتی که می‌خواد بیفته رو نگیرم و بذارم که هر چیزی که می‌خواد بیاد، فقط یه جایی می‌فهمم که دیگه کار تموم شده، می‌ذارمش کنار. این هنرمند 41 ساله که اکنون ساکن تورنتو کاناداست، به دعوت گالری نیکولا فلامل و حسام خلعتبری نقاشی خط‌هایش رو در پاریس به نمایش گذاشت. خطشون رو هممون دوست داشتیم و اینکه یه نوآوری تو خط ایرونی و مثل یک کیمیاگر از رنگا استفاده میکنن تو کاراشون. من به عنوان کسی که با دوتا فرهنگ بزرگ شدم لذت میبرم از دیدن این کارا، یعنی به عنوان ایرونی از شعرهایی که میدونم از حافظ تا مولانا تا سهراب سپهری میتونیم بخونیم تو این تابلوها، و به عنوان یکی از که با فرهنگ فرانسوی بزرگ شده از فقط دیدن کارا لذت میبرم، از رنگا و شکلا. من فکر میکنم که آقای شوقی یکی از آرتیست های خیلی خوب ایرانیه. ایشون کاراش اگر همونجور که خودتون دیدین رنگ های مختلف آورده تو کار خطاطی کوفی، کاری که اصولا ایرانی ها با نستعلیق میکنن، درنچه یه چیزی بود که فقط ایرانی ها رو قابل توجهشون نبود و خارجی های کشورهای عربی خیلی از این کارا خوششون اومد. اینه که فکر میکنیم که یه دیدگاه دیگه ای از ایران باید به خارجی ها نشون داد و اون دیدگاه هنر ایرانیه، و روی این حسابه که ما شروع کردیم که از 32 تا دیگه آرتیست معاصر ایرانی از اساتید و نبوغ معاصر ازشون خواستیم که هر کدوم یه کاری به ما بدن که ما برای مدت یه ماه از 7 نوامبر تو همین گالری بذاریم.
در کنار نمایشگاه های این هنرمند که در کشورهای مختلف برپا می شود، آثاری از مهرداد شوقی را می توان در گنجینه موزه بریتانیا، موزه هنرهای اسلامی مالزی، موزه هنرهای معاصر تهران و حتی بر دیوار یکی از ایستگاه های مترو تهران یافت. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.